بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر و شادتر و مفیدتر داشته باشیم. امروز خوشحالم که باز هم با آقای سهراب چمنارا هستیم و دوستانی که منتظر آقای نصر احمدی هستند، چهارشنبه بهتون گفتم که ایشون دارن نقل انتقالاتی میدن، دفترشون رو درست میکنن، کامپیوترشون رو ردیف میکنن، فیسبوکشون رو آماده میکنن و همینجا ممنونم از دوستانی که به ایشون کمک میکنن تا این وسائل را بیفته و آماده بشه. ضمناً دوشنبه آقای دکتر نصر احمدی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک و ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با ما خواهند بود، ولی امروز با آقای سهراب چمنارا هستیم. هر وقت که ایشون اجازه بده من یکی دو تا سوال میکنم که ایشون آمد و صحبت کرد و رفت، ولی ما را انداختن دست شما دوستان، شماها هم که بیره مشت و لگد و هرچی انتقاد بود برای ما فرستادید، ولی ایشون مرد میدان هستند و گفتند که من میام و اگر سوالی هم هست بفرمایید. دوستان بیننده و شنونده با فیسبوک ایشون میتونید تماس بگیرید، من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم، ضمن این که سلام میکنم بهشون و خوش آمد میگم. آقای سهراب چمنارا، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما. البته این برنامه آقای دکتر نصر احمدیه و فرقی هم نمی کنه، چون ما همه در یک مطلب با هم مشترک هستیم و روی اون مدعایشان 30 سال از تحصیلاتش گرفته تا مدارک تحصیلیش و تا فعالیتاش و کتاباش همش در مورد قانون اساسی بوده. ما هم که در 12 سال پیش شروع کردیم به ایداد و بیداد در مورد قانون اساسی، بالاخره ایشان پیدا کردیم. هدف فقط قانون اساسی. حالا چرا؟ به خاطر اینکه هرچه ما در ایران ما الان به سرمان میاد از نبود قانون اساسیه. یعنی اینه، یک بار گفتم دوباره تکرار میکنم، یعنی همیشه این سوال برای ما مطرحه که چرا رضا شاه کبیر با اون همه خدمات، با اون همه کارهای مفید و عمرانی و حقی که گردن ملت ایران داره، وقتی که از ایران رفت مردم خوشحال بودن، یعنی عزا نگرفتن. و اگر هم امروز بیاین ادشتا میگه که آقا من در اواخر سلطنتم قانون اساسی نادیده گرفتم، مجلس شورای ملی بهش گفتم طویله، این تمام شد. حالا بحث رضا شاه کبیر ما کنار میذاریم، بعد میایم سر شاهنشاه آریامهر که همه ما بهش احترام میذاریم، در دوران اون هم واقعا کارهای عمرانی و اجتماعی هر کاری که بگین شد، که بیشتر از اونم نمیشد که نشه. یعنی شاه محبوبی بودن ایشان که وقتی میرن تبریز اونجا مردم ماشینش رو دست بلند میکنن. حالا چه میشه وقتی که در ایشان در اون بهمن 57 ایران ترک میکنه، باز حالا به اعتقاد یک عده 90% یا عده 99% به هر حال یک اکثریتی از رفتن ایشان خوشحال میشه. ایشان خودش به زبان خودش به آقای صدیق، دکتر صدیقی که همه ما قبول داریم، فقط یک اعتراف خلاصه در تمام این صحبت‌ها خود آقای دکتر صدیقی اینه نوشته که آقا من قول میدم قانون اساسی اجرا کنم، مو به مو اجرا کنم، این جمله خود شاهنشاه آریامه. پس بنابراین حالا اینه کنار بذاریم، میگیم که آقا پس به این با این دو دلیل من عرض میکنم که ما هر چه سرمان آمده به خاطر نبود قانون اساسیه. حالا در این مورد ما میبینیم که محیط آماده نیست، محیط ایران آماده نیست در حال حاضر. به همین دلیل هم هست که یه عده‌ای از فرهیختگان ما، دانشمندان ما با درجات PhD در یک گروه های به اصطلاح اپوزیسیون در همین آمریکای ما دارن با دومشان گردو میشکنن که آقا ممکنه جولیانی یا آقای
جان افکارشان تغییر رژیم در ایران، حتما ایران رژیمش عوض میشه. وقت بعد میبینین توی داخل ایران میبینین که آقا اصلا مسئله یه چیز دیگه است. ما اگر این محیط ایران الان آمادش نکنیم برای پذیرش قانون اساسی سکولار پارلمانی، باور بفرمایید چیزی که در انتظار این مملکت خواهد بود یک وضعیتی مثل حالت بلبشوی عراق، اوائل اون عراق حالای خورده استیبل شده، و یا سوریه. چون این ایران ما مثل یک گله گرگ دورش وایستادن، هر کدام از این کشورها هیچ کدام با ما دوست نیستن، همه ضد ما هستن، حتی کشورها اسلامی، حالا دیگه کشورها غیر اسلامی نمیگم. این حکومت اسلامی ما وضعیت طوری کرده که حتی کشورهای اسلامی هم در یک رأی گیری میبینید که آقا هیچ کس از ما پشتیبانی نمیکنه، همه که حتی خود همین سوریه که ما الان این همه هم در تمام این مذاکرات، چون 5 سال پیش یادتان هست، باید یادتان باشه، میبینید که سوریه هم بر علیه ما رأی میداده. بنابراین ما در دنیا تنها هستیم. حالا طبق دو تا قانون علوم سیاسی political science، این رژیم اصلا خواهد ترکید، امکان نداره این ادامه پیدا کنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه. حالا یه عده میگن 6 ماه دیگه که امیده که جان بولتون بیاد در کار نمیدونم یه کاره بکنه، یه عده میگن 2 سال دیگه هر سال. آقا اصلا سال 2020 که من 2020 هم که من گفتم فراموش کن، به هر حال این میترکه. همه ما، تمام این گروه های مختلفی که درست شدن، همه شان گفتن آقا ما این رژیم رو نمیخوایم. اوکی نمیخوایم، اون چی رژیمی که میخواین اون چیه؟ یکی میگه حکومت عدالی میخوام، اون یکی میگه نمیدونم دیکتاتوری فلان نمیخوام، یکی میگه من کمونیستم، اون یکی میگه من شاه اللهی ام. آقا اون چیزی که شما رو با هم متفق قول میکنه قانون اساسی، شما نمیتوانید با هم پای قانون اساسی با هم توافق بکنید. بنابراین ما باید برای اینکه اگر این جنبش شروع بشه، حالا کی خواهد بود نمیدانم، در ایران شروع بشه، باید یک جایگزین آلترناتیو برای این رژیم باشه. اون رژیمی که میاد فقط و فقط قانون اساسی اینه تعریف میکنه. آقا همین الان که در آمریکا انتخابات شده و آقای رئیس جمهور انتخاب آقای ترامپ هم شده، ایشان تا زمانی که نره اونجا قسم نخوره. به چی قسم نخوره؟ رئیس جمهور نیست. وقتی که قسم خورد، شما برید قسم نامشه ببینید چیه. میگه دستش میذاره رو بایبل، دست راستشم بلند میکنه، میگه من به این چیزی که معتقدم، به کتاب مقدس قسم میخورم که این قانون اساسی اجرا کنم. بعد وقتی که رئیس جمهور میشه، وظیفش اجرای قانون اساسیه. آقا نگید که چه قانون اساسی به چه درد میخوره. قانون اساسی به درد همه چیز میخوره. به همین دلیل هم هست شما میبینید از شاهزاده گرفته تا مجاهدین، تا توده‌ای، تا جبهه ملی، تا نمیدونم تمام این کنگره و سکولار و نمیدونم، هیچ کدام از اینها حاضر نیستن بیان به ما بگن آقا ما موافقیم که این رژیم برگرده، ولی نمیگیم قانون اساسی که ما بهش معتقد هستیم کدامه، که ما لااقل تکلیف خودمونه بدانیم وقتی که این رژیم میره و یک رژیم تازه میاد سر جاش، اون رژیم تازه به چه قانون اساسی معتقده. حالا من که نگفتم حالا یه قانون اساسی ایران بنویسیم، نه، ما این 5 میلیونی که در خارج از ایران هستیم نمیتوانیم بین خودمان یه قانون اساسی توافق بکنیم. خب بنده یه چیزی گفتم 7-8-10 سال پیش، کتاب در موردش نوشتم، نمیدونم رفتم توی هر جایی کتک من زدم بیرون ما هم کردم، منتها یک نفر مثل دکتر نصر احمدی از اون جوان 18 سالش بوده که رفته دانشگاه،
اون موقعی که آمده بیرون از دانشگاه همش در مورد قانون اساسی و حکومت طرز حکومت تحقیق کرده، کتاب نوشته، نهایتا آمده یک کتابی به نام قانون اساسی نوشته، اینه گفته آقا این قانون اساسی که ما بهش معتقدم. بنده آقای دکتر نصر احمدی فقط یه ساله میشناسم، ولی ایشان 30-38 سال 40 سال تو این کار داره اینه مینویسه. حالا هر ایشان هم حرفش نمیده که آقا این قانون اساسی من آیه قرآن قابل تغییر نیست. این گفته آقا این پیشنهاد منه، بیرید فریختگان آقای لاهیجی، آقای نمیدونم فلانی، آقای اون یکی که رفتید قانون اساسی دادید به خمینی که اونم تاییدش کرد، حالا بیاید دور هم جمع بشید، بیاید در مورد این قانون اساسی با هم صحبت کنیم. باور بفرمایید بنده خودم یکی از منتقدان همین قانون اساسی به یه ماده‌هایش هستم. یعنی اینه فکر نکنید که منم فکر میکنم چیزی که دکتر نصر احمدی نوشته آیه قرآنه، نه، همین الان به شما میگم ایشان در قانون اساسیش مثلا سن ازدواج تعیین کرده 22 سال یه چیزی که من باشه، حالا حتی نمیخوام وارد اون بحث بشم، اول قبول بکنیم قانون اساسی باید در موردش بحث بشه، بعد من بیام در مورد قانون اساسی با دکتر نصر احمدی بحث کنم. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. باید مردم نه داخل ایران، البته این 5 میلیونی که در خارج هستن، به جای این همه زنده باد مرده باد و نمیدونم بریم و پدر در بیاریم آخوند بخوایم اعدام بکنیم، اینو بیا بشینید با هم با یه قانون اساسی نمیشه. تنها آقای دکتر نصر احمدی هم ننوشته، قانوندانان جنبش سبز اینه نوشتن، نمیدونم آقای تیمسار آریان پور دوست عزیزمان نوشتن، نمیدونم خیلی ها هستن، شاید 10 تا 20 تا قانون اساسی نوشته شده. اون چیزی هم که ما گفتیم آقا به اصطلاح مادر آف آل قانون اساسی ها یا مادر تمام قانون ها، آقا بودیم آقا دکتر نصر احمدی، حالا بیدیم در بودیم با هم بحث کنیم. این علت اینه که ما میگیم قانون اساسی لازمه تمام فعالیت های اپوزیسیون باید باشه. حالا ما باید این محیط ایران آماده بکنیم. بنده اینه برای چندمین بار عرض میکنم، الان محیط خیلی بلبشوه، وضع ما خیلی خرابه. یعنی اینکه حتی اگر شما برید اونجا در مورد قانون اساسی بخوای حرف بزنی، میگه نه آقا این حال بفرستش عرب این تمام بشه، ما نمیدونم اصلا افکار یه چیز دیگه است در ایران، اصلا تو باق نیستن مردم، بخواه اینقدر بدبختی و فلاکت روی سر اینها هست، اینقدر ناراحتی هست. اگه یه نفر، حالا ما اینجا لااقل خب دو نفر دو تا فوش به ما میدن که آقا نه ول کن قانون اساسی چیه اینا، ولی در اونجا اصلا میگن یارو دیوانه است در مورد قانون اساسی صحبت میکنه. چرا محیط آماده نیست؟ برای آماده کردن محیط ما باید دو کار بکنیم. یکی این که هویت از دست رفته این ملت که در 38 سال هویتش داره از بین میره، اینه رو دوباره بهش برگردونیم. این هویت هم شامل سه چیز هست. آموزه‌های زرتشت که من دوباره تکرار میکنم، آقا نه اینکه دین زرتشت، آقا دوباره نگید تو زرتشت، نه من یک مسلمان شیعه هستم. هویتش آموزه‌های زرتشت، همون سه فرمان زرتشت. یکی مملکت داری کوروش کبیره که در دنیا نمونه است برای آزادی انسان‌ها، نمونه است برای حقوق بشر، و پدران آمریکا وقتی خواستن قانون اساسی بنویسن از مملکت داری اون که در سیروپیدیا نوشته شده استفاده کردن، الهام گرفتن و خودشان اینه نوشتن و گذاشتن به صورت نامه در موزه اسمیتسونیان. حالا دوباره نیاد یه شیادی به من بگه که آقا قانون اساسی آمریکا 270 سال پیش نوشته شد، نمیدونم لوحه کوروش کبیر 100 سال پیش، نه بابا، سیروپیدیا نوشته گزنفون دارس مملکت داری کوروش کبیر 2300 سال پیش نوشته شده و پدران آمریکا از روی اون الهام گرفتن و قانون اساسی آمریکا را نوشتن. و دیگر این که
ما بیایم اون چیزی که از دست رفته شاهنامه خوانی شروع کنیم. حالا من دوباره نمیگم این شاهنامه هویت ایرانی، ما در مورد شاهنامه زیاد صحبت کردیم، این یک چیز، این سه چیز هویت ایرانیه. چیز دیگر بازنگری در این دین اسلامه که این دین اسلامی که الان حکومت میکنه در ایران چیه. این دین قانون اساسیش یا اون چیزی که میشه گفت میشه باشد دین اسلام تعریف کرد قرآنه. ما آمدیم برای همین کار گفتیم آقا اصلا شما قرآن غلطی میخوانید. در برنامه گذشته من خدمت شما عرض کردم که قرآن باید به فارسی خوانده بشه، قرآن باید به ترتیب تاریخی خوانده بشه. وقتی که این شما خواندید، دو گروه شیاد شما که در ایران حاکم هستن خلع سلاح میکنید. این گروه شیاد آخوندهای عمامدار و آخوندهای بی عمامد. وقتی شما حقیقت در مورد قرآن پیدا کردید، قرآن به فارسی خواندید و به ترتیب تاریخی خواندید که میشه گفت داستان زندگی 23 سال حضرت محمد، اینه به اون چه خواندید، بعد یه دفعه دوزاری تا میفته قرآن چیه، بعد آموزه های قرآن از توی اون در میاد، بعد میبینید که آقا 38 ساله یه آقای به نام قرائتی میاد درس قرآن میده، هر روز هفته 7 روز، سالی 365 روز، 38 ساله داره قرآن درس میده. یک نفر از شاگرداش بپرسی آقا تو بیا 4 خط این قرآن، 4 صفحه این قرآن رو برای من خلاصه کن که چی فهمیدی ازش، میگه آقا من چی نفهمیدم، ولی آیات آسمانی من نهدم. بابا منم قبولش دارم، منم به عربی خواندمش چیزی نفهمیدم، به فارسی خواندمش بازم چیزی نفهمیدم، یعنی جنبندی نتوانستم بکنم. وقتی کرانیکالش کردم بعد یک دفعه دیدم آقا میشه اینه خلاصه کرد. به همین دلیل رفتم در این قرآن دوباره دارم نشان شما میدم که نگاه کنید، دیدم که آقا این قرآن حالا میشه در 43 صفحه دوباره خلاصه کرد، چون به صورت کرانیکال شده. شما نمیخواید تمام قرآن بخوانید، بیایید لااقل این 43 صفحه شما ببینید قرآن چیه. حالا من اینه گرفتم و استناد کردم که آقا کاری که من کردم کار غلطی نیست، حتی بلاستمی هم نیست. چرا؟ چون برای دانشگاه الازهر فرستادم، برای دانشگاه اسلامی شیکاگو فرستادم، برای آیت الله سیستانی فرستادم. اینها تلفنی یا صحبتی از من تشکر کردم، ولی هیچ کدامشون این نوشته ای ندادم. الانم هر کسی که ادعا داره که قرآن میدانه، من ازش خواهش میکنم اونه که قرآن بلدن، آقای سوری شما اینم یادداشت بفرمایید، این ستا آیه رو بنویسید و میتوانید حتی با آقای آقاسی یا آقای سروش و هر کس دیگری بگید آقا این ستا آیه رو شما برای ما تفسیر بکنید. یکی سوره فرقان آیه 32، okay. یکی سوره ابراهیم آیه 4، okay. یکی سوره قمر آیه 17، okay. این ستا سوره رو هر قرآن شناسی، هر متدینی یاد به شما تلفنی برای تو نامه بنویسه بگه آقا این آیه معنیش چیه. حالا من یاد عربی سال خیلی خوبه، عربی خیلی خوب پریده. آقا سوره قمر میگه این قرآن رو آسان ادا کردیم تا از آن پند گیریم. سوره ابراهیم میگه هیچ پیامبری را جز به زبان مردمش نفرستادیم تا بتواند پیام خدا را برای جای زبان مردمه. سوره فرقان میگه که این به آهستگی و به ترتیب این قرآن فرستادیم، نه به این شکلی که آقای عثمان آمده قاطی پاتیش کرده. این قرآن حالا ما آمدیم هفته پیش هستیم به امید اینی که خب بعدش خب این علت اینی که من در مورد
هویت ایرانی و بازنگری در قرآن اصرار دارم، در حقیقت میخوایم محیط آماده بکنیم در ایران که مردم بدانند که دردشون چیه. آمدیم در مورد قرآن گفتیم آقا آیت نصر احمدی شما اجازه بدید ما در مورد این صحبت بکنیم، هم شما برید تو قانون اساسی، به خاطر که شما هزار بارم که صحبت بکنید مردم سوال میکنه نه آقا فایده نداره. بله شما هم درست میگید فایده نداره، تا زمانی که محیط در ایران آماده نیست، تا زمانی که هویتشون بهشان برنگرده، تا زمانی که نفهمن این قرآن که میخوانن چیه، در مورد چی داره صحبت میکنه، مفهومش چیه، هیچ فایده نداره. شما بهترین قانون اساسی دنیا رو هم نوشتید، حالا در مورد آقای دکتر نصر احمدی بیشتر صحبت میکنه، وجدیم آقا بعد از اینکه اتفاقا ویدیوها به هم چسبید، رفتیم توی مسئله شوربخت و نمیدونم ملکم خان ملعون، و بعد ما آمدیم به خاطر شروع سخنرانی آقای دکتر نصر احمدی یک ویدیو اونجا گذاشتیم، همین ویدیویست که دوباره پخش خواهد شد، من اسمش گذاشتم سرود شاهنشاهی قانون اساسی، که نشان میده مشکل ما چیه. آقای مصباح یزدی، آیت الله مصباح یزدی، قدرتمندترین آیت الله، شاید بگم از خود خامنه‌ای هم قدرتمندتر، چون الان مملکت ایران دست حجتیاست، حجتیا افرادی هستند که معتقدن باید اینقدر گناه زیاد بشه که امام زمان زودتر ظهور بکنه. تمام این کارهایی هم که شما میبینید که میلیارد میلیارد میدوزن، نه دست کسی میبرن نه انگشت کسی میبرن، نمیدونم فحشا اینطوری شده، آبهای زیرزمینمون از بین میبرن، نمیدونم اعدام میکنه، اینا تمام این وضع بلبشو نشانه اینه که حجتیه که احمدی نژاد در ایران پایگزین، که الان هم مبارزه بین حجتیه و یه افرادی مثل آقای روحانی، نه اینکه اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا، اینا رو فراموش کنین، الان حجتیه در ایران چیده. ما آمدیم صحبت این آیت الله که قدرتمندترین آیت الله ایران، معلم روحانی آقای احمدی نژاده و کسی است که آقای خمینی هم گوش به فرمان اونه، آقای مصباح یزدی گذاشته. آقای مصباح یزدی میگه آقا مردم اصلا چه حقی دارن چیز بکنن رأی بدن، اصلا تا اذن رهبر نباشه، حالا با اون لهجه حکومت طاغوت هست، نمیدونم نمیاد، حقی نداره اینا. بعد ما فکر کردیم که خب یک استاد بزرگواری که ما واقعا همه قبولشون داریم مثل آقای افشارا میان و میگن که بله اصلا این چرند گفته این آقای، بعد میبینیم آقای افشارا میگن که نه بله رای دادن پریویلیجه، بله پریویلیج ترجمهش اگر تو دیکشنری رو کنیم یه موهبته، یعنی یک امتیازه. ایشان تایید میکنه حرف آقای مصباح یزدیه. حالا من نمیخوام، چون ایشان بعد از صحبت، چون حدود یه دو ساعتی با دکتر نصر احمدی تلفنی صحبت کردم و در مورد دستور زبان فارسی ولی فقیه و ولایت فقیه و شوربختی و اینا افرد برای جان برسلا با هم توافق کردم و ما دیگه احتیاجی نداریم در این مورد صحبت کنیم، ولی در مورد اینی که آقا تمام دعوای ما در مورد همین رأی دادنه، یعنی اصلا قانون اساسی که ما میخواییم دکتر نصر احمدی میخواد پیاده بکنه در ایران برای اینه که رأی شما شناخته بشه. آقای مصباح یزدی میگه که اصلا رأی شما فایده نداره، این با آقای افشارها میگه بنابراین، چون ما وارد یک سری مسائل اعتقادی میشیم، در مورد مسائل اعتقادی شما نمیتوانید مسائل اعتقادی با علمی ثابت کنید، یعنی شما نمیتوانید ثابت کنید که آب، وقتی یه نفر معتقد بود که آب سر بالایی بالا میره، خب شما نمیتوانید برید بشینید با اون طرف صحبت کنید بگی آقا نه طبق قانون
قانون جاذبه آب سر بالایی نمیره. خب در یک همچین موقعیتی انیشتن اصلا جایزه نوبلش نه به خاطر ریلیتیویتی تئوری بلکه به خاطر گراویتی برده. حالا ایشان یک یهودی نه متأسف ولی معتقده، یعنی تورات خوانده و در تورات هم نوشته شده که آقا آب سر بالایی میره، یعنی رود باز شد و قوم بنی اسرائیل. حالا شما برید به انیشتن بگید مرد که نفهم، مرد که احمق، آب که سر بالایی نمیره، تو انیشتنی که جایزه نوبل برای گراویتی بردی چطوری اصلا معتقد به یهودیت هستی؟ ببین آقا شما مسائل اعتقادی و مسائل فلسفی نمیتوانید. بنابراین در این مورد هم دیگه بنده نمیخوام آقای افشارها لطف به ما بکنن اظهار نظری بکنن، چون ایشان موقعیت خودشونه کاملا روشن کردن و ما این کتاب در مورد ایشان بستیم. هرچند که خب به من گفتند فضول ولی من رفتم در دیکشنری پیدا کردم فضول معنیش بیادبی نیست، بلکه میتوانید شما اینه، چون از فضل میاد، ریشه عربی فضل، فضول از فضله. من به خاطر ارادتی که با آقای افشارها دارم اینه به فال نیک میگیرم و میگم که خب ایشان به من گفتن آقا اظهار فضل نکن، نه اظهار فضول نکن. هرچند خود فضولی هم یعنی غنیمت زیادی، یعنی یه چیز زیادی که میاد بشه. حالا برها این از ما کاری نداریم به بعد از این که این حرفا رو در مورد قانون اساسی و صحبت مصباحی از آقای افشارها زدن. بعد دیدیم آقای افشارها شروع کردن در مورد آقای شریعتی، یک آدم بی سواد حراف فقط متکلمان بحثی مثل شریعتی کردن فیلسوف قهرمان، نمیدونم تمام ما باید بیاییم به ایشان مثلا سجدن بکنیم. آقا جان آقای شریعتی همین پارسال بود یه مصاحبه بود بین آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه و آقای آقاسی، دوست شما آقای سوربی. آقای فروزنده معتقد بود که اصلا ایشان دیپلم هم نداره. حالا از آقای آقاسی بپرسین در اون مصاحبه چی شد بالاخره به چه نتیجه رسیدید که این آقای شریعتی چه کاره بوده. ولی آقا اگر میخواید بفهمید که داستان آقای شریعتی چیه، آقای شریعتی بعد از اینکه دیپلمش میگیره، چون آدم حراف و خوبی بوده، در دانشگاه تهران اون موقع آقای حبیبی سمتی داشتن، آقای دکتر مرحوم دکتر حبیبی که آدم خیلی خوبی بودن، حتی در رژیم جمهوری اسلامی این دوبارم زمان رفسنجانی و آقای خاتمی معاون رئیس جمهور بودن، آدم شریفی هستن، یعنی قبول آدم خوبی هستن. و آقای بنی سعد به آقای شریعتی یک بورس تحصیلی میده به خاطر پارتی بازیشون که بره فرانسه. ایشان میره فرانسه، آخر نگاه کنید، میره فرانسه که لیسانس زبان از مدرسه سعدی بگیره. سعدی هم یه مدرسه فرانسوی که یک رئیس جمهوره که از عاشقان سعدی بوده مثل همه ما، رئیس جمهور فرانسه، اسم خودش هم پسرش هم گذاشته سعدی، یک مؤسسه باز کرده به نام نمیدونم مؤسسه زبانهای فارسی و نمیدونم بقیه زبانها هم گذاشته. ایشان میره اونجا درس زبان فارسی میخونه. خدا پدر همه تر بیامرزه، لااقل آقای دکتر روحانی خودمان رئیس جمهور 3 ماه رفته در انگلستان و دکترای تاریخ و نمیدونم اسلامی اینا گرفته و مدرکش هم هست که دکترا گرفته. ولی این آقای شریعتی انقدر کودن بوده، انقدر کودن بوده حتی نتوانسته نمیدونم لیسانس هم اونجا بگیره، حالا لیسانس هم گرفته. بعد بر میگرده از آقای شریعتی از فرانسه، اون موقع با کمک همین آقای بنی سعد میره پلو دکتر متین که اونجا رئیس قسمت فارسی بوده، ایشان قبول نمی کنه. میگه آقای دکتر متین، میگه آقا ایشان حتی فوق لیسانس فارسی هم نداره، آقا چطوری من اینا.
بکنمش استاد دانشگاه. بنابراین میره مشهد میشه معلم فارسی، معلم فارسی که رفته از فرانسه لیسانس فارسی گرفته. آقا شما نگاه، بعد اینجا جالبه، آقای ثابتی که اصلا گرداننده ساواک آقای ثابتی بوده، آقا چی میگه تیمسار نصیری بوده، همه کار آقای ثابتی بوده، الان هم الحمدلله ایشان زنده است، در لس آنجلس زندگی میکنه. آقای سربی تلفنشه، بعدن پیدا بکن، شما ازش خواهش بکن بیاد توی تلویزیون شما دو دقیقه پنج دقیقه بگه آقا ما چطوری این آقای شریعتی از مشهد بلند کردیم، گفتیم به خاطر مبارزه با توده‌ای و کمونیستا برو در حسینیه ارشاد به اصطلاح حرفای مفته بزن. که ایشان آدم حرافی، آقا آخوندا اصولاً میتوانن از هیچ یک کور بسازن. من خودم همین آقای آیت الله ثانی 38 سال پیش واقعا الان هنوزم که هنوزه یادمه، آمد در تلویزیون به مدت نیم ساعت صحبت کرد که آقا آفتابه بهتره یا شلنگ، که اصلا من همینطوری مات بودم که بعد از اینکه حرفش تمام شد همینطوری ماتم بود که خانم رو چی شده بهت گفتم، گفتم هیچی والا، من فقط در تعجبم که چطور یه نفر میتوانه به مدت نیم ساعت در مورد آفتابه و شلنگ صحبت بکنه. البته آقای آیت الله ثانی الان از آیت الله خوبه، چون به اصطلاح جده اصلاح طلب ها هست و ما همه مثل آیت الله منتظری همه دوستشان داریم به خاطر اینکه اصلاح طلب شده. آقای شریعتی میتوانه در مورد هیچ به مدت یک ساعت صحبت بکنه، همونطوری که همه کتاب، من خودم 10 تا کتابش خواندم، اوایل انقلاب بود نمیدونم همون توی خیابان پهلوی پهن کرده بود در روی زمینی که 5 تا 6 تومن این کتاباش، ما ماهی تون تون 20 تا کتاب گرفتیم، همه کتاباش هم تقریبا همه چه خواندیم. آقا دست بردار، چی آیت آقای شریعتی شریعتی برای ما گذاشتی؟ بعد شما در مقابل یک همچیشی یه نفر مثل دکتر نصر احمدی داری، حالا که چون اونه کشیدی جلو منم برای شما دیدم دکتر نصر احمدی کیه که شما بعدن برید تحقیق بکنید ببینید آقا این ما چه بدبختی دیگه من آمده توی این مملکت ایران که شریعتی میشه فیلسوف و قهرمان ما، یه نصر احمدی ما میریم بهش سم میدیم که از قبل دوباره بلند شد که حالا آمده به دست آورده. ایشان 19 سالشه آقای دکتر نصر احمدی، میره در یک جلسه هست در دانشگاه تهران که آقای دکتر صدیقی که همه ما چه تودهی چه پیملی چه شاهی چه نمیدونم حتی مذهبی ها همه ایشانه به عنوان پدر علوم اجتماعی و قانون در ایران قبول داریم سخنرانی میکنه. در اون جلسه اون موقع آقای دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه بوده، برید در مورد این تحقیق کنید که دکتر نهاوندی میره دست آقای دکتر صدیقی که رئیس یکی از دانشکده هاست میبوسه در اون جلسه. بعد دکتر صدیقی میگه من در اینجا من سه نسل علوم اجتماعی و قانوندان تربیت کردم. آقای دکتر نهاوندی شما نسل دومش هستید و نسل سومش این آقای نصر احمدی، اون موقع دکترم نشده بود. این حرف کیه؟ حرف 45 سال بعد از خود دکتر نصر احمدی این داستانه بشون، 45 سال. ایشان بعد میره در دانشگاه سوربن دکتراشه میگیره، چیزی که میفندنش به شریعتی. شریعتی از دانشگاه سعدی رفته لیسانس زبان گرفته یا نگرفته، دکتر نصر احمدی سوربن از 30 سال گذشته ایشان در مورد قانون اساسی تحقیق کرده، مملکت داری تحقیق کرده و کتاب نوشته، حالا دست ما آمده آقای دکتر نصر احمدی. اینه که من دارم به شما میگم آقا برید از آقای ثابتی این چیز پیدا کنید که آقای دکتر صدیقی چی گفته و آقای شریعتی شما چقدر بهش حقوق میدادید در این مدت
بعدش هم طرف روزی 5 پاکت سیگار میکشیده، پیپ میکشیده، تومور مغزی گرفته مونده که بعدن همه گفتن آه این ساواک، یه چه ساواک، ساواک خودش استخدام کرده برای مبارزه با جمهوری اسلامی، با توده‌ای ها، معذرت میخوام، با توده‌ای ها و کمونیست ها حساب، حالا میگم ساواک کشتتش. آقا دست برداره. آقای چمنان اجازه بدید، چون شما اسم دو سه نفر رو بردید، یکی اسم آقای آواسی، یکی اسم آقای افشارها، من یه نکاتی رو اینجا لازم می‌دونم توضیح بدم. در رابطه با اون کلمه شوربختی که گفتید، اتفاقا دوستان بعد از برنامه معنی کلمه شوربختی رو از فرهنگ معین ارسال کردن که شوربختی در فرهنگ معین هم هست، یه چیزی نیست که تازه درست کرده باشن، به نام بدبختی یا تیره‌بختی است. در رابطه با کلمه فضولی که شما امروز گفتید، دوستی باز از همون فرهنگ معین استفاده کرده، این رو فرستاده، اجازه بدیم به دوستان هم نشون بدم که بله، که فضولی در فرهنگ فارسی معین میشه مداخله بی جهت در کار دیگران. من حتی گفتم چون آقای افشارها را خیلی دوستشان داری و احترام میذاریم، بله من ایشان این صحبتی که کردن حمله بر اهانت به خودم نمیگیرم، بلکه حتی فضولی کردم فاضلی. بله اجازه بدید، لهجه تهرانی میشه. بله اجازه بدید که من اینو ادامه بدم. با صحبت کردید شما از آقای شریعتی، من خودم پارسال یا پیارسال اتفاقا آقای آقاسی آمده بود از کالیفرنیا و 3 روز در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در دفتر خود آقای نصر، دکتر حسین نصر، و در دانشگاه و در کتابخانه اونجا فیلم برداری کردیم و خود آقای نصر اونجا گفت که همینجوری که شما الان میگید، ساواک حتی پول مبل و صندلی و وسائل اون مسجد چیه، مسجد حسینیه ارشاد رو داده بود. دلیلش هم این بود که باز همین فکر کرده بودن چون این آقای شریعتی سخنور هست و میتونه جوانها رو جلب کنه، ایشون به اصطلاح جوانها رو جلب کنه، ساواک هم هر جوری که دلش میخواد، و فلسفه ساواک میدونید چی بود که میگفت ما از ترس بهترینش همینه که شما آقای سرفی تلفن آقای ثابتیه بگیرید، ایشان الحمدلله زنده است. بله من فکر نمی کنم با شما صحبت کنم، همیشه باید شما تازه توضیح میده. فکر نمی کنم آقای ثابتی بیاد با ما صحبت کنه چون میدونه. اجازه بدید من یکی دو تا چیز دیگه بگم. شما تو صحبتهای امروزتون گفتید قانون اساسی نداریم، ولی داریم، اجرا نمیشه. یک زمینه اجرا میشه، اتفاقا قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا اجرا میشه. خب اجازه بدید، هر کاری هم که میکنن طبق قانون اساسی. خب اجازه بدید، آقای نصر احمدی میگه اگر بین قانون مشروطه سلطنتی و قانون جمهوری اسلامی یکیشو قرار باشه انتخاب کنن، ایشون قانون اساسی جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنه. بله درست میگن. درست میگن. حالا عرض میکنم چرا. اتفاقا اینم یه چی بود که من یادم رفت باید میگفتم. آقا من خودم یکی هستم که در کتاب هام که نوشتم گفتم قانون اساسی مشروطه از افتخارات بزرگ ماست که باید همیشه بهش افتخار بکنیم. ولی شما نگاه کنید، قانون اساسی مشروطه در سال 1910، یعنی 110 سال پیش که نوشته شده، در اون شرایط شما خودتان بذارید در زمان مظفرالدین شاه قاجار نگاه کنید ببینید اون کسانی که اینه نوشتن مجبور بودن که اینه بنویسن. همون طوری که اونهایی که قانون اساسی آمریکا را نوشتن در 270 سال پیش توش بردهداری هم بود، شما نمیتوانید بگید که بابا قانون اساسی آمریکا را بنداز دور توش بردهداریه. نه، قانون اساسی که نوشته میشه، این مجلس برای این درست میشه که برن این قانون هی مرتباً درستش بکنن. بدبختی ما سر اینه که قانون اساسی در سال 1906 دور نوشته شد تا سال 1979 به جایی که مرتباً بهترش بکنن بهترش بکنن بدترش هم کردن. یعنی اینکه قانون اساسی یه سری آجیدات هستند و بهشان میگه قانون اساسی مشروطه، رگ گردنشان وای میسه، اگر چاقو هم داشته من تو میده تو شکمه.
این قانون اساسی با اون همه مزخرفاتی که توش بوده که برای اون زمان بسیار بسیار عالی بوده، آمدن یه متمم گذاشتن که اختیارات شاه اصلا از ولی فقیه هم بیشتر کردن. آقای دکتر نظر احمدی میگه شما بیاید ماده ها رو کنار هم بذارید مقایسه بکنید. در جمهوری اسلامی وقتی شما بخواید رئیس جمهور رو برکنار بکنید، باید برید دوباره مجلس شورای ملی جلسه بکنن، بعد اون بفرستن به مجلس، خب اونا تایید بکنن بر رئیس جمهور. آقا اونجا در قانون اساسی جمهوری مشروطه متممش البته شاهنشاه آریامهر میتونم، علت همین بوده. الان دعوای این مصدقی ها و شاهی ها سر اینه که اونا میگن که 25 مرداد یه نامه شاه فرستاده، نصیری هم رفته داده به مصدق، اون اصلا مصدق نخست وزیر غیرقانونیه. بله درست، به همین دلیل هم از مصدق به اسلام مستخدمش میگه که نامه رو تو نگیر، همونجا بذارنش دم در. یعنی مصدق نامه رو نگرفته، در دادگاه خودش هم گفته که من نامه حالا اینا داستانه بین 25 مرداد تا 28 مرداد کردن که آقا این مصدق غیر قانونی بوده، بنابراین غیر نمیاد یه نفر صحبت بکنه که آقا شمایی که احمد شاه رو عزل کردید و سردار سپه کردید، نخست وزیر کردید، شاه کارتون قانونی بود، ولی آقا ما هی خواستیم بگیم آقا وارد مسائل انحرافی نشیم، بچسبیم به قانون اساسی. آقا سرود شاهنشاهی قانون اساسی بزنید. تا بنده چند تا نکته دیگه بگم که آقای دکتر نصر احمدی روز دوشنبه مسائل ادامه بدن. بله خیلی ممنون، اجازه بدین من این ویدیویی رو که شما ارسال کردید سرود شاهنشاهی قانون اساسی. بله فقط لطف کنید شما وقتی که این پخش میشه ساکت باشین، چون صدای شما هم روی ایر هست و من نمیدونم چرا اینو شما سرود شاهنشاهی میگید. من نمیدونم واسه چون اجازه بدید. بعد به قول فروغی میگه غلط مصطلح غلط نیست. بله اجازه بدید چون اون روز که اینو گفتید خیلی ها حمله کردن به صورت حمله وار سوال که آقا ببین این آقای چمنارا هنوز هم با وجودی که در آمریکا زندگی میکنه دل و جونش به اصطلاح فدای شاه و رژیم شاه. بله ما هنوزم کردن اصلا کتاب من اصلا که از طرف کردن که من طرفدار میخوام نظام شاهنشاهی جایگزینی بکنم و داد شاهی که طبق قانون اساسی دکتر نصر احمدی باشه. این چیز اولیه من. حالا ساکت باشیم پس با هم بریم اینو ببینیم و برگردیم. دوستان عزیز این ویدیوی کوتاه رو توجه کنید، بعد برنامه رو باز ادامه بدید. مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه. چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. چهار اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرش نداره. یک، اسلام. دو، ولایت فقیه. سه، جمهوریت نظام. چهار، مذهب رسمی کشور. این چهار اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه در این چارچوبه باید عمل کنه. زیبا کلام. حالا یه چیزی میخوان به صراحت بگم، در لفافه میگن و اگه اجازه بدید من یه تغییر سریحتری از این سخن داشته باشم. من هرچی بخوام بگم سریح میگم و اصلا اهل اینی که تو لفافه بگم نیستم. آره میخوام حالا یه تغییری بگم. ببینید این منظورتون اینه که نظریه ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی اصلا بیشتر زائیده تحول اجتماعی سیاسی در ایرانه. یعنی این نظریه اصالت نظریه دین به خاطر شرط تاریخی که صفوی این درست شده تئوریزه شده. آقای دکتر بذار بریم جلوتر. من تو لفافم نمیگم، خیلی صریح و روشن میگم نظریه ولایت فقیه به عنوان حکومت من نراوردیه و از نظر تاریخ نبوده. یعنی نه تو 500 سال کسی گفت فقیه باید حکومت بکنه،
نه تو اون 200 سال صفویه که تو اجتماعش شما میتونن بگن که صاحب کرکی، صاحب جواهر کی که گفتن حکومت ازا، ولی این که بیان پا بذارن جلو مثل امام بگن آقا حکومت ولایت فقیه باید تشکیل بشه، هیچ کدومشون نگفتن. و در تاریخ شما اصلا این رو ندارید، نه عاشق مرتضی انصاری گفتن که فقها باید حکومت بکنن، نه صاحب جواهر گفت فقها باید حکومت بکنن. بیا جلو تا برسیم به مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و میرزای قومی و رسن آزاد، مطمئن به این بعدم میرسن، اصلا این در تاریخ از نظر تاریخی نبوده. مردم ما توجه داشته باشه. بله بفرمایید آقای چمنان. بله البته من نشنیدم، ولی که در آخر این صحبت قسمت اول شوهر بود به آیت الله مصباحی عزیزی که در ایران 90% مردم، حالا نمیدونم این 90% عدد دقیقی باشه، ممکنه 98% باشه، ممکنه 89% باشه، مردم به ایشان میگن تمساحی، آیت الله تمساحی هستی، به خاطر که منفورترین آیت الله در ایرانه، ولی همه کار است. این اون حرفا را در مورد انتخابات زد و رأی من، ولی چیزی که من میخوام بگم اون سخنرانی آقای خاتمی امام جمعه تهران و نایب رئیس مجلس قبرگان و قدرتمندترین امام جمعه ایرانه که قیافه چیزم داره. دیدین که گفت ما، یعنی این چیزی که میخوام به شما بگم آقای زور بکنی میگه قانون اساسی، حتی این جمهوری اسلامی هر کاری که میکنه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنه، فرقی هم نمیکنه خاتمی بشه، سید خندان بشه، یا اینکه احمدی نژاد، همشون همینه. دوستی های اون موقع همینه، آبهای زیرزمینی نابود کردنش همینه، کشاورزی همینه، بدبختی ملت همینه، که چون در اون چارچوب اداره میشه مملکت، هر کی بیاد فرقی نمیکنه. حالا من فقط یک پیام دارم برای اون دوست به اصطلاح فرهیختگانی که دنبال رفراندوم هستن و قانون و انتخابات آزاد. آقا برفرضم شما انتخابات آزاد کردید، برفرضم رفراندوم کردید، شاهزاده عزیز، بعد یا آقای میاد میگه که خب در این چارچوب اول باید اینطوری بشه. بنابراین از زبان خود اینها من دارم با شما صحبت میکنم که هیچ فرقی نمیکنه شما چیکار کنید. این مملکت اگر که قانون اساسی شعارش نشه و هویتش بهش بر نگرده و مردم در مورد قرآنشان بازنگری نشن و نفهمن چیه و قانون اساسی نشه شعارشان، ما یک وضعیتی مثل سوریه در انتظارمون. یعنی وقتی که آقای جان بولتونی به دعای شبانه شما که با دومتان گردون میشکنید که جان بولتون یا نمیدونم جولیانی بشه وزیر خارجه که اینا هم البته اونم یه بحث جداگانه است که اینها خودشان اصلا جمهوری اسلامی به همین شکل میخوان نگه دارن، نصیحتی بود که کیسینجر رفت به آقای ترامپ کرد که آقا کوتا بیا، ما اینا رو میخوایم که این موشک بازی بکنه که بعد ما بریم ضد موشک بهرستان و امارات و اینا بفروشیم، اون بالانس نگه دار. این داستانش حالا نمیخوام اونجا برم، ولی فقط میخوام همین نکته قانون اساسی دوباره به اینجا گفته باشم. بله آجان، ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم، من خواهش میکنم از شما، شما تصویر اون کتاب ایران در زنجیر مثلث نکبت بگذارید تا من بگم وضعیت ایران چیه از روی تصویر، و شاید پشت کتابم اینجا من بخوانم اگه وقت دارید، حدود 10 دقیقه دیگه وقت دارید. بله بفرمایید، الان اونو من دارم نشون میدم. نشان میدید؟ بله. ببینید این کتاب یه کتاب خیلی کوچیکیه، 70-80 صفحه است. دوستان ما در ایران اینه درست کردن، یعنی اینکه آمدن و اینه از روی بقیه کتاب ها کپی اند پیست کردن اینا، من گفتن آقا این کتاب ها منتشر بکن، ما با آقای شرکت کتاب گفتیم، گفتیم آن چقدر خرجش میشه، گفت کتابی 7 دلار.
گفتم آقا 7 دلار هم بفروش، در حالی که این قیمت این کتابای انقدری حدودا 12-13 دلاره، یعنی هیچ منفعتی نداره. ولی اگه شما بخواید اینه، میتوانید از همون unitediranian.com که آدرسش هم جنس ایرانیان متحد اینه اصلا دانلود بکنید. قانون اساسی دکتر نصر احمدی توش هست، نمیدونم قانون اساسی آقای تیمسار آریانپور هست، جنبش سبز هم قانون اساسیش هست، همه اینا هستن. و در پشت کتاب یک متنی به این شکل نوشته شده. این کتاب مقاله است غم‌انگیز درباره مبارزه 100 ساله ایرانیان برای کسب آزادی و رهایی از دام و زنجیر مثلث نکبت که تاجداران و عمامه داران و فقیهان بی عمامه برگردن ایرانیان انداختن. شیعه این مذهب اختراع شده توسط ایرانیان برای رهایی از سلطنت اعراب این زنجیر را پاره کرد. ولی 300 سال پیش عمامه داران در دوران شاه سلطان حسین صفوی آن را به دور گردن ایرانیان انداختن. با انقلاب مشروطه امید می رفت. ببین دوباره امید برد قانونن این زنجیر پاره شود، یعنی این قانون اساسی تصدیب کنن و اسارت رهایی یابیم. ولی این امید به یأس امروز تبدیل شد. امروزه دو رأس این مثلث نکبت در خارج از ایران، در حالی که محبوبیتی هم در ایران ندارند، تمام امکانات مالی و تبلیغاتی را در اختیار گرفته و به خیال خودشان بر علیه آن دیگر رأس مثلث نکبت که حکومت مطلقه فقاهتی در ایران به راه انداخته مبارزه می کنند. تا زمانی که رهبران و هواداران این دو رأس مثلث نکبت در خارج به طور داوطلبانه این اپوزیسیون بی حاصل و خرابکارانه را تعطیل نکنند، امیدی به نجات ایران از دست رژیم حاکم نباید داشت. حالا این پشت کتاب نوشته شده. حالا شما چون میدونم اکثر شما حوصله خواندن کتاب ندارید، فقط روی تصویر جلد این نگاه کنید. میبینید در نقشه ایران این ملت بیچاره هستند که دارن شعار میدن و در قسمت سبزش هستن، حالا نه اینکه جنبش سبز باشه، ولی اونا در قسمت سفید نقشه پرچم ایران نوشته رأی من کجاست، Where is my vote، یعنی همون رأی که مورد اختلاف ما و آقای افشارها بود. و در زیر شما جنایات این رژیم میبینید، اون خانمی که تیر زدن بهش، امیر کبیر چطور کشتن، کسروی چطوری کشتن، اون عکس پولیتسری که برده و دکتر مصدق بود. بعد یک زنجیر میبینید، این همون زنجیر مثلث به صورت مثلث هم گذاشته شده. حالا از گوشه از اون پایین پایینش که نگاه بکنید، کنار تصویر دکتر مصدق میبینید یک تصویر هست از تیمور لنگ، بعدش آقای رجوی، بعدش خانم رجوی، بعدش سروش، بعدش شریعتی. اینا فقیهان بی امامن، یعنی این که تیمور لنگ که اون جنایات در ایران کرد، قرآن از آخر و اول از حفظ میخوان. ببین اینا انقدر فقیه بودن. این آقای رجوی، آقای خمینی بهش میگفت که آقایی از ما آیت الله تره. اینها سروش هم که خب الان دربارش حرف زدیم، و یکی دیگه از این فقیهان بی عمامه همین آقای شریعتی و سروش هستن که آقایان میرن در بودش صحبت میکنن. بعد میای بالا یه عکس کوچیکی از همین آیت الله تمساح یزدی، مصباح یزدی هست و خلخالی، و بعد آیت الله العظما با آقای خامنه ای که میبینید که الان هم تا عمامه داره، هم تاج داره، و همین که حولیه، یعنی که آقا میگن که ایشان وقتی که متولد شده در موقع تولد گفته یا علی. آقا هست که بریم گوش بدید ویدیو چه، بزنید توی یوتیوب سرچ بکنید یا علی گفتن آقای خامنه ای براتون میگره. بعدش چیزی که اعدامش کردن و آقای اسامی یادم میاد، بعدش میگه ها اینجا در میبینید که زنجیر پاره شد. آقای شیخ اعدامش میکنن که میگفت شریعت میخواد تو اینا، اون رضا که فضلالله، شیخ فضلالله نوری ها، خدا رحمتش، بعضی موقع بالاش هم
که همون قاتل کسرویه. این زنجیر ما در زمان مشروطه پاره میکنه، منتها دوباره یه زنجیر کوچیکی میفته که کلیدش در دست این مردمه. اگر این مردم توانستن، نه این کلیدش با اون کلید آقای روحانی فرق میکنه، این کلید میگه اگر شما آمد و این قانون اساسی تایید کردید و شد شعارتان و برای قانون اساسی مبارزه کردید، این زنجیر پاره میشه. بعدش میاد پایین آقای رفسنجانی شما میبینید، بعدش هم میاد پایین محمد علی شاره میبینید، بعدش هم مظفرالدین شاره میبینید، بعدش هم شاهنشاه آریامهر با کمال تأسف باید عکسش هم اینجا باشه، چون ما هر چه میکشیم خیلی هم دوستشان داریم، ولی خب ایشان رو اصل علاقه بیش از حدی که به این مملکت و دوستی که داشت یک شرایطی به وجود آورد که ما امروز گرفتاریم. آقای چمنارا ببخشید وقتمون تموم شد. خیلی معذرت خواهش میکنم. ممنونم از شما. اجازه بدید یه بار دیگه در پایان برنامه شما بگم که آقای دکتر نصر احمدی دوشنبه ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با ما خواهند بود. برای دوستانی هم که از من پرسن برنامه سربی با مردم چی شد، از هفته آینده برمیگردیم به روال قبلی، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر خودم با شما هستم، ساعت 3 بعد از ظهر دوستان هستم. دوستان ضمن تشکر از آقای چمنارا با ایشون خداحافظی میکنیم و برنامه های بعدی رو ادامه میدیم با دوستان دیگر. آقای چمنارا ممنون و متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ شما. به امید دیدم. بله دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید که بیایم و بریم به کانادا و با آقای دکتر کاظم افشارها صحبتی داشته باشیم و اگر با ایشون هم میخواین تماس داشته باشید میتونید از طریق ایمیل، شماره تلفن و روی فیسبوک آقای افشارها نیستن یا مایل نیستن با کسی تماس داشته باشن. امروز ایشون یک مهمانی داره که غریبه نیست، یه جورایی صاحب خونه است، آقای ضیا مصطفی‌زاده. پس با ما باشید. اجازه بدید من کامپیوتر رو عوض کنم و بیام خدمتتون. وقتی میگیم کامپیوتر رو عوض کنم، اینم غلط مصطلح هست، یعنی برنامه رو عوض کنم، همون چیزی که آقای چمنارا هم تلویحاً شکایت کردن که هفته قبل ویدیوی ایشون و ویدیوی آقای نصر احمدی و آقای افشارها یکی شده بود. اگه ما این قطع و وصل رو وسطش انجام بدیم دوتا میشه. پس با ما باشید. مرسی.